سلام سلام، من زئوس هستم، آره، خدای خدایان، عبدالله ابن سعد ابن ابی سر، از صحابه رسول الله و از کاتبان وحی و مورد اعتماد پیامبر اسلام بود که با مسلمانان از مکه به مدینه هجرت کرده بود، اما سرانجام از دین اسلام خارج شد و به اصطلاح مرتد شد و از مدینه از میان مسلمانان گریخت و به مکه بازگشت. بعدها که مکه به دست مسلمانان فتح شد، پیامبر اسلام در روز فتح مکه فرمان داد که با کسی نجنگند مگر؟ تاریخ طبری اینگونه نوشته که پیامبر گفته تا کسی به جنگشان نیاید با وی جنگ نکنند، ولی تنی چند را نام برد و گفت اگر آنها را زیر پرده های کعبه یافتید خونشان را بریزید. عبدالله ابن سعد ابن ابی سر از آن جمله بود و سبب آن بود که وی اسلام آورده بود و از مسلمانی بگشته بود. خب اما ابن ابی سر تنها کسی نبود که مرتد شده بود. در کتاب سیرت النبوی ابن هشام هم همین گفته شده که پیامبر 10 نفر رو نام برده و میخواد که اون 10 نفر حتما کشته بشن و از جمله ایشان یکی آن بود که دبیری سید کردی و وحی نوشتی و بعد از آن مرتد شد و از مدینه گریخت و به مکه آمد پیش قریش. حالا داستان چه بود که یک صحابه پیامبر و کاتب وحی مرتد شد و چنان مورد غضب پیامبر شد که پیامبر حتی حاضر شد برای ریختن خون او حرمت کعبه، خانه امن الهی رو هم زیر پا بگذاره؟ در روایت های مختلف، مثلا به نقل از تفسیر انوار التنزیل و اسرار التأویل، این گونه شرح دادند که پیامبر آیات رو برای این عبدالله ابن ابی سر می گفت و او می نوشت. عبدالله ابن ابی سر سواد داشت، خوشخط بود و خوشذوق بود و او گاهی کلمات وحی رو عوض می کرد. مثلا پیامبر در آخر آیه می گفت السمیع العلیم، اما عبدالله می نوشت العلیم الحکیم، کی به کیه؟ پیامبر هم می گفت که اینجوری می نویسه، پیامبر هم اشکالی نمی گرفت. اگه اینجا علیم الحکیم قشنگتر هست خب اینو بگذاره، مهم نیست. پیامبر در جواب او می گفت هو واحد، فرقی نمی کنه، تا اینکه پیامبر آیاتی از سوره مؤمنون رو خونده و ابن ابی سهر آیات رو نوشت. در آیه 14 از چگونگی خلقت انسان گفته شده، ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مزغه، خلاصه تا میگه ثم انشأناه خلقا آخر. عبدالله ابن ابی سر از این آیات کیف میکنه و در تحسین خالق خودش میگه فتبارک الله احسن الخالقین، آفرین بر خدایی که بهترین خالقین هست. او پیامبر از این جمله عبدالله خوشش میاد و به نظرش همچین جمله ادبی و زیبا بود. به عبدالله میگه ها این رو هم که گفتی در ادامه آیه بنویس، و ها کذا انزلت علیه، و همین بر من نازل شد، بنویس فتبارک الله و احسن الخالقین. یعنی آیا واقعا همون جمله ابن ابی سر اینن از سوی خدا نازل شده بود؟ یا اینکه اصلا وحی در کار نبود و پیامبر هرچه که خوشش میومد میگفت؟ فشک عبداللهی نیزن، او در صداقت پیامبر شک کرد، گفت لئن کان محمدن صادقا لقد اوهی الیه، اگه محمد راست میگه و اینها وحی است خب پس به من هم وحی میشه دیگه، منم همین کلمات رو میگم، همین جملات رو میگم. ولئن کان کاذبا لقد قلت کما قال، و اگر محمد دروغ میگه و اینها وحی نیستند خب من هم که مثل او میگم دیگه، من هم عین همین آیات رو میگم، کاری نداره. او مرتد شد و به مکه گریخت و به قریش گفت به خدا قسم محمد نمیداند چه میگوید، من هم قادرم مثل او بگویم و به مانند او آیه نازل کنم. بر رد ادعای عبدالله ابن ابی سر آیه قرآن هم نازل شده، و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او قال اوهی الیه، و کیست ستم کارتر از آن کس که بر خدا دروغ میبندد یا میگوید به من وحی شده در حالی که چیزی به او وحی نشده باشد.
و آن کس که میگوید به زودی نظیر آنچه را خدا نازل کرده است نازل میکنم و کاش ستمکاران را در گرداب های مرگ میدیدید و الی آخر تهدید به عذاب و شکنجه و این حرفا. ما پاسخ مسلمانان عزیز به این داستان چیست؟ اول از همین آیه شروع کنیم. سایت دانشنامه اسلامی به نقل از شیخ طوسی و همچنین تفسیر جامع البیان و اینها میگه اولا این آیه در محل نزولش اختلاف هست، معلوم نیست مکه نازل شده یا مدینه، و دوم اینکه در شأن نزولش هم اختلاف هست، معلوم نیست که در مورد ابن ابی سهر نازل شده یا در مورد مسیلمه کذاب. خب کلن آیات قرآن همین جوری هن، هیچیش معلوم نیست. از روی معنی آیه حدس میزنند که در مورد اینه یا در مورد اونه. و در مورد مرتد شدن عبدالله بن ابی سهر، سایت تبیان اینطور میگه که سه تا روایت مختلف نقل شده. اولش همونی که من الان تعریف کردم، فتبارک الله احسن الخالقین. و دومین روایت اینه که ابن ابی سهر در نوشتن وحی تغییراتی میداد و همین امر باعث شد که پیامبر او را از مقام کتابت وحی عزل نماید و او مرتد شد. روایت سوم هم باز همونیه که من تعریف کردم که کلمات قرآن رو ابن ابی سهر عوض می کرد و چیز دیگه ای می نوشت، مثلا سمیع و بصیر رو سمیع و علیم می نوشت. با این حال حضرت می فرمود هو واحد، فرقی نمی کند، اینها یکیست. عاقبت این شخص مرتد شد و به مکه گریخت. بعد جالب توجیه میکنه، میگه منافاتی نداره که آنچه در دل ابی سهر گذشته است همان وحی الهی باشد که قبل از آن بر قلب پیامبر نازل گشته. یعنی اون جمله فتبارک الله که ابن ابی سهر به زبان آورد قبلش عیناً بر پیامبر نازل شده بود، ولی پیامبر بعد از ابن ابی سهر به زبان آورده. آره چه اتفاق جالبی. خب این میشه تایید همون حرف ابن ابی سهر، پس به او هم وحی میشه دیگه. و سایت تبیان در ادامه میگه که نقل دوم هم مبهم و مجمل است، یعنی کوتاه و نامفهومه. بعد دیگه اصلا منکر همه چیز میشه، میگه اولین کاتب وحی علی علیه السلام است که همه جا ملازم پیغمبر اکرم بودند. دو تا کاتب دیگه هم داشت. اصلا عبدالله ابن ابی سهر هیچ وقت مورد اعتماد پیامبر نبود که هیچ، همیشه مورد نفرت و انزجار هم بود. اصلا کاتب وحی نبوده چون بد کاتب وحی بوده. آره چی شد؟ و باحال‌تر از اون توجیه مرحوم صدوق هست که میگه اون که عبدالله کلمات قرآن رو تغییر میداده و پیامبر میگفته هو واحد، فرقی نمی کنه؟ میگه نه، منظور پیامبر این نبوده که فرقی نمی کنه، منظورش این بوده که چه تغییر بدهی و چه تغییر ندهی، آنچه من املا می کنم نوشته می شود، نه آنچه تو تغییر می دهی. ای جونم شیخ صدوق، خودت رو گیج فرض کن، دیگران رو نفهم. میگه چون قرآن قابل تغییر و تحریف نیست، پس کاتب وحی هرچه بخواد بنویسه، بالاخره هرچه پیامبر گفته نوشته میشه. ای من فدای منطق مسلمون ها بشم. در ادامه می نویسد با وجود نسخه های دیگر از قرآن کریم در آن زمان قصد شوم اینان عقیم مانده است. پس نسخه های دیگه هم از قرآن بوده. از اون 10 نفر که پیامبر در مکه قصد کشتنشون رو داشت، تعدادی به دست مسلمانان کشته شدند، تعدادی هم از دست مسلمانان گریختند و تعدادی هم با وساطت مسلمانان بخشیده شدند، از جمله عبدالله ابن ابی سهر که برادر رضایی عثمان بود، یعنی هر دو از یک دایه شیر خورده بودند، مثل برادر بودند. عبدالله از دست پیامبر به عثمان پناه برد. عثمان دستور پیامبر رو زیر پا گذاشت. پیامبر گفته بود که به اون 10 نفر امان ندهید و حتی اگر زیر پرده های کعبه بودند خون اونها رو بریزید و اونها رو بکشید. اما عثمان ظاهراً مطیع محض ولایت فقیه نبوده. عثمان به عبدالله ابن ابی سهر پناه داد، او را برای چند روز مخفی کرد. عثمان او را نهان کرد و چون مردم مکه آرام گرفتند وی را پیش پیامبر آورد و برایش امان خواست. گویند پیامبر مدتی دراز خاموش ماند و سپس گفت
چنین باشد. عثمان که داماد پیامبر بود هی وساطت می کرد که حالا این برادر من رو به من ببخش. پیامبر سکوت می کرد، نمی گفت نه، نمی گفت آره. بعد از مدت طولانی که هی عثمان اصرار کرد، بالاخره پیامبر قبول کرد که ابن ابی سهر رو نکشه. و چون عثمان عبدالله را ببرد، پیامبر به اطرافیان خیش گفت به خدا خاموش ماندم مگر یکی تان برخیزد و گردن او را بزند. او پیغمبر از یک طرف دلش میخواسته که عبدالله رو بکشه و از طرف دیگه رودروایس عثمان بوده. هی هیچی نگفته، سکوت کرده، بلکه یکی از این مسلمان ها پاشه و همونجا گردن عبدالله ابن ابی سهر رو بزنه. اما خب مسلمان ها هم چه میدونستن که پیامبر چی تو دلش میگذره؟ مثل ابوالهول اونجا وایساده بودن ببینن پیامبر چی میگه. بعد که پیامبر گله کرد و گفت که من خاموش ماندم تا یکی از شما گردن او رو بزنید، یکی از انصاریان گفت ای پیامبر خدا چرا به من اشاره نکردی؟ گفت پیامبر کسی را با اشاره نمی کشد. یعنی ای پیغمبر یه اشاره به من می کردی من گردنش رو می زدم. که در جواب پیغمبر گفته، گفت پیامبر کسی را با اشاره نمی کشد. او از همون سکوت پیغمبر مسلمان ها باید می فهمیدن که باید گردن بزنن. و بعدها در زمان خلافت عثمان عبدالله ابن ابی سهر والی مصر شد. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من زوز هستم.